سلام به همه شما دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز به شما در مورد فاست پی توضیح میدم که چطور میتونید از طریق فاست پی پولهایی که به دست آوردید رو، ارزهایی که به دست آوردید رو انتقال بدید به هر کیف پولی که مد نظرتونه. ویدیوی امروز میتونه برای همه اونهایی که طی دو سه ماه گذشته ویدیوهای منو پیگیری میکردن و تونستن کوین های مختلف رو توی فاست پی خودشون ذخیره بکنن، مطمئنا میتونه مفید باشه و بدون شک برای دوستانی که به دنبال راهکاری برای خارج کردن پولهاشون از فاست پی بودن این آموزش میتونه کاربردی باشه. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم ازتون خواهش میکنم کانال محمود بیز رو حتما سابسکرایب کنید. یه کانال یوتیوبی جدیدم ساختم به اسم ویدیوهای آموزشی که اینجا میبینید نوشته محمود، حتما سابسکرایبش کنید. صفحه اول محمود بیز رو باز کردید همینجا نوشته ویدیوهای آموزشی، زیر همین ویدیو اولیه نوشته ویدیوی آموزشی، حتما سابسکرایبش کنید تا ویدیوهای جدیدی که به زودی داخلش قرار میدم رو از دست ندید. در تلگرام و اینستاگرام هم اگر کانال دارید و عضو هستید حتما من رو اونجا هم پیگیری بکنید و فالو بکنید تا ویدیوهایی که قرار میدم اونجا هم برای شما قابل نمایش باشه. بریم و ویدیوی امروز رو همراه من باشید. خب شما حتما با فاست پی کار کردید اگر تا به امروز این ارز مجازی های مختلفی که به دست می آورید و نمیدونستید کجا ذخیره بکنید، توی فاست پی این قابلیت براتون وجود داره که بتونید خورده کوین هایی که به دست میارید و ذخیره بکنید به صورت یه جا تبدیل بشه و بعد اون رو بتونید توی کیف پول های خودتون هر جایی که دارید به راحتی انتقال بدید. مثلا من بهتون اتمیک رو آموزش دادم که شما میتونید از اون طریق یک کیف پول به دست بیارید که همه ارزهای مختلف هم داخلش قرار داشت، یا مثلا تراست والت، یا خب خیلی کوین از سیستم های بلاکچین که شما میتونید ارزهاتو داخلش نگهداری بکنید. توی آموزش امروز مطمئنا میتونه برای شما کاربردی باشه. اینجا صفحه اول فاست پی هست بعد از لاگین کردنتون. البته اگر عضو نیستید و اکانتی ندارید من لینک عضویت توی فاست پی رو انتهای ویدیو قرار دادم، میتونید از اون طریق وارد شید و عضو بشید. توی این صفحه به شما نشون میده که از بیت کوین چه مقدار دارید، اتریوم چه تعداد، دوچ کوین، لیت کوین، بیت کوین کش یا سایر کوین هایی که اینجا دارید میبینید. ببینید من همینطوری که مشاهده میکنید تمام کوین ها رو تبدیل کردم به دوچ کوینم و اونها رو یه جا قرار دادم که بتونم سریعتر خارج بکنم. حداقل مینیمم برداشتی که از طریق فاست پی میتونید انجام بدید روی دوچ کوین 30 تا دوج هست، یه دونه کارمز داشته که یعنی شما با 31 داشته باشه. بعد شما اگر 30 تا بخواد برداشت بزنید یه دونه کسر میکنید، 29 تا دوج رو به شما واریز میکنن به کیف پول های مختلفتون. خب من دقیقا این کارو میخوام انجام بدم. قبل از اینکه شما این کارو انجام بدید لازمه همه کوین هاتون رو تبدیل به یه واحد مستقل بکنید. مثلا ببینید من بیت کوین رو تبدیل میکنم به دوج کوین، لیت کوین رو تبدیل میکنم به دوج کوین و همه واحدها به همین شکل تبدیل میشن به دوج کوین. برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید و کوین ها رو تبدیل بکنید به یک ارز واحد که راحت تر بتونید اونها رو از این کیف برداشت بکنید، پیشنهاد میدم که حتما این کار رو بیاد روی دوچ کوین انجام بدید، چون سریع میتونید جمع کنید و خیلی راحت میتونید اینها رو منتقل بکنید. ببینید شما هر چقدر از این خورده ها داشته باشید تا به حد مینیمم برداشت نرسه نمیتونید برداشت بکنید، پس چه بهتر که اینها همه رو بیاید تبدیل به یه واحد مستقل بکنید و بعد این کوین اصلی رو قابل برداشت بشه و شما بتونید اون رو برداشت بزنید. برید تو قسمت ترید و کوین سواپ رو کلیک میکنیم. بعد از اینکه صفحه برامون باز میشه شما میتونید ببینید که چه میزان کوین الان برای شما قابل برداشته. ببینید من الان میخوام بیت کوین رو مثلا تبدیل به اتریوم بکنم، میتونم این درخواست رو بزنم و ماکسیموم تعداد رو مشخص بکنم، در نهایت مک اکسچنج رو بزنیم و تبدیل بشه. من تمام ارزی که به دست آوردم رو تبدیل میکنم به دوچ کوین، پس الان این کارو انجام میدم و بیت کوین رو میخوام تبدیل بکنیم به دوچ کوین. ماکسیموم تعداد رو میزنیم، اینجا مقدار دوچ کوینی که ما میده رو بر اساس این میزان BTC که شما دارید بهتون نمایش میده. مک اکسچنج رو میزنیم، همینطوری که میبینید میگه این مقدار تبدیل شد. میرم برای کوین بعدی اتریوم ببینم اگر داشته باشم این کارو انجام میدم که بله هست و دوباره این رو هم تبدیلش میکنم، این هم تبدیل شد. دوچ کوین هیچی، لیت کوین رو چک میکنیم اگر لیت کوین هم داشته باشیم که میبینید داریم، اینم تبدیل شد. بیت کوین کش رو انتخاب میکنیم، دوباره مکس رو کلیک میکنیم، صفر هست و چیزی ندارم. داش کوین رو انتخاب میکنم، اینجا هم به این میزان هست که تبدیل میشه به این تعداد. دوچ کوین رو هم مک اکسچنج میزنیم، این هم تبدیل میشه. دیجی بایت رو هم کلیک میکنم ببینم چه تعداد دیجی بایت دارم، صفر. میریم ترون رو انتخاب میکنم، ترون رو هم روی
مکس میزنم و میک اکسچنج رو کلیک میکنیم، این هم تبدیل شد. تتر TRC20 هم ببینیم ماکسیموم تعدادی که من الان دارم کل مقدار موجودیم چقدره، این هم تبدیل میکنم میک اکسچنج و میبینید با یه مقدار تاخیر تبدیل میشه. بعد کوین بعدی میک اکسچنج، دو تا کوین دیگه بیشتر نمونده، این رو هم تبدیل میکنم، چیزی ندارم. و بایننس رو هم میام و تبدیلش رو انجام میدم. خب با این اوصاف شما الان تمام این کوین ها رو تبدیل کردم به دوج کوین و شما این رو دیدید. برمیگردم دوباره صفحه داشبورد خودم و ببینید اینها الان صفر شدن، تمام کوین من الان اومد اینجا و اینجا قرار گرفت. خب من قبل از اینکه برای انتقال بخوام انتقال انجام بدم و درخواست رو ثبت بکنم، باید از طریق قسمت لینک آدرس باز بکنم و اینجا یه دونه آدرس رو بیام ثبت بکنم. من برای دوج کوین باید یه آدرس ثبت بکنم. شما میتونید از آدرس قسمت ریسیو کیف پولتون در اتمیک آدرس رو بردارید و اینجا پیستش بکنید، چون من این مبلغ رو الان میخوام خرجش بکنم و جایی مصرفش بکنم. پس از در قسمت آدرس، آدرس کیف پولی که میخوام دریافت کننده پول باشه رو میزنم اینجا و الان این پول رو میخوام برای خرید یکی از سیستم ها انتقال بدم به اینجا که از طریق این پول بتونم خریدی انجام بدم. اسم این رو میذارم مثلا محمود و واحدش هم که دقیقا کوینش دوج کوین هست. پس من دوج رو انتخاب میکنم به این ولت و گزینه لینک رو کلیک میکنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام بدیم ببینید اینجا برای ما برای دوج کوین این کیف پول اد شد. برمیگردم به صفحه داشبورد خودم و یوزر داشبورد رو کلیک میکنم، میبینید که الان این تعداد رو ما میتونیم برای برداشت انتقال و به انتقال بدیم به کیف پول خودمون. از قسمت ویتراو شما میتونید قابلیت برداشت رو اینجا کلیک میکنید، میتونید اینجا اطلاعات مربوط به برداشت رو ببینید. دو حالت برای برداشت وجود داره، یکی نرمال هست و یکی خیلی سریع انجام میشه، یعنی بلاکاش خیلی سریعتر چیده میشه. توی این 4 ساعت زمان میبره تا شما بتونید کوین خودتون رو انتقال بدید و توی این یکی 5 دقیقه، ولی کارمز این یکی خیلی بیشتره اما کارمز این 4 ساعته خیلی کمتره. بس من میام اینجا دوج رو انتخاب میکنم. همینطوری که میبینید اینجا آدرسی که ما اضافه کردیم رو به ما نمایش میده. مقدار برداشت رو شما میتونید اینجا بیاد و انتخاب بکنید. من میگم تمام این رو برای من انتقال بده و میبینید که تعداد کل موجودی منو میزنه. در نهایت کارمز انتقال رو اینجا میبینید که زده یک دونه دوج کوین کارمزه و مبلغی که من دریافت میکنم، یعنی به اون آدرس کیف پول انتقال داده میشه تا من بتونم اون مبلغی که میرسه اونجا رو دوباره تبدیل بکنم به یه ارز دیگری که خودم مد نظرم هست، اون رو دقیقاً به همین شکل انتقالش میدم و میبینید که 29 تا دوج رو به من تحویل میده. این پایین هم که سابقه تراکنش ها رو به من نمایش میده. در مرحله آخر شما کافیه این گزینه رو که دارید میبینید پلیس ویتراو رو کلیک بکنید و بعد از اون پروسه انتقال شما انجام میشه. اما اگر قرار بود من همین میزان مبلغ رو توی این قسمت انتقال بدم، بذارید با هم دیگه چک بکنیم. میزنم دوج کوین و میبینید که تعداد فی قابل برداشت تو توی 5 دقیقه برای من انجام میشه 5 تاست، اما من مینیمم برداشتیم باید روی 60 تا باشه، در حالی که من رو حالت نرمال دقیقا میتونم با 30 تا دوج بحث برداشت خودم رو انجام بدم. خب پس من رو هم پروسه اول 4 ساعته این کار رو انجام میدم و این دکمه رو فشار میدیم تا بریم به مرحله بعدی. خب همینطوری که میبینید اینجا ترانزکشن آیدی رو برای من هنوز نمایش نداده، اینجا میتونم کنسلش بکنم یا میتونم درخواست جدید ثبت بکنم. میبینید که 30 تا درخواست دادم، 29 تا برای من ارسال میشه، یه دونه هم کارمز بشه و کوینش هم دوج کوینه. این بالا هم میبینید که پیام موفقیت آمیز رو میده و پیش بینی میکنه که توی 12 ساعت آینده این اتفاق میفته و این مبلغ به حساب من واریز بشه. اگر برگردیم به صفحه اصلیمون میبینیم که اینجا دوج ما صفر شده و ما باید منتظر باشیم تا این مبلغ به حساب ما در طی 12 ساعت آینده واریز بشه. از اونجایی که روال برداشت از این وبسایت فوق العاده ساده است و دقیقاً همین چیزی که خدمتتون عرض کردم، یه عده دوستان میگفتن که فاست پی ممکنه اسکم باشه یا واریزی انجام نده، در حالی که تمام این مبالغ رو واریز میکنه، چون مبالغ خیلی کمی هستن. و باز هم تکرار میکنم شما اگر به دنبال روش های کسب درآمد هستید، با یه دونه وبسایت عملا نمیتونید به درآمد خاصی برسید. سعی کنید از چندین وبسایت مختلف استفاده بکنید و بعد ارزاتون رو بیارید داخل فاست پی تا بتونید به راحتی این رو انتقال بدید، چون سایت هایی که قطری به شما پرداخت میکنن معمولا میان با
فاست های مختلف کار میکنم، مثل فاست پی که اینها به صورت قطعی درآمد ها رو ذخیره میکنن و بعد با یه کسر کارمزد اون رو برای شما انتقال میدن. اینم از آموزش امروز و امیدوارم که این ویدیو مورد پسند دوستان قرار گرفته باشه که مشکل انتقال ارز داشتن و خب شبهاتی داشتن در مورد اینکه فاست پی انتقال پول انجام نمیده و ممکنه این سایت اسکم باشه یا به هر شکلی ممکنه این پول دستشون نرسه و زمان زیادی ممکنه گذاشته باشن برای خروج پولهاشون از این وبسایت. اما در هر صورت دیدید به شیوه فوق العاده ساده‌ای درخواست ثبت میشه و این مبلغ هم از طرف این وبسایت واریز میشه به حساب. امیدوارم از ویدیو امروز خوشتون اومده باشه. لطفاً ویدیو رو لایک بکنید، برای دوستاتون به اشتراک بذارید و نظرتون رو در مورد این ویدیو در انتهای ویدیو کامنت بکنید. توی اینستاگرام و تلگرام هم که زیرنویس ویدیو شده میتونید ویدیوهای من رو ببینید و اونجا هم عضو بشید. یادتون باشه حتماً کانال جدید یوتیوبی من به اسم ویدیو آموزشی رو حتماً سابسکرایب کنید، چون ویدیوهای جدید من به زودی توی این کانال قرار میگیره. از اونجایی که متعهد بودم به اجرای این ویدیو برای دوستان و به خاطر خاص دوستان بسیار، ترجیح دادم این ویدیو رو هم در محمود 20 قرار بدم قبل از اینکه این ویدیو رو ببرم توی کانال ویدیوهای آموزشی. گفتم اینجا برای دوستان قرار بدم تا دوستان بتونن سریعتر به اون دسترسی پیدا بکنن. ممنونم و برای همه دوستان آرزوی شب و روز خیلی خوبی رو دارم. شب روزتون بخیر باشه. خداوند یار و نگهدارتون.